دوستان عزیزم سلام. امروز قراره با هم دیگه یه سوپ خوشمزه درست کنیم که برای مهمونی‌ها و همینطور مجالس خیلی مناسبه. این سوپ خوشمزه رو میتونید با جو پرک، بلغور جو و یا حتی جو پوسکنده کامل هم درست کنید. ولی به نظرم با جو کامل و یا بلغور جو طعم خیلی بهتری داره و مغذی‌تره. اگه آماده اید بریم که با هم دیگه درستش کنیم. اولین کاری که می کنیم نصف سینه مرغ رو به همراه دو تا برگ بو، یه دونه پیاز متوسط، دو سه تا حب سیر و چند تا دونه فلفل سیاه و کمی نمک و آب هم تا جایی که روی مرغ رو بگیره به همراه دو سه تا شاخ جعفری توی قابلمه می ریزیم و می ذاریم که با حرارت متوسط بپزه. یه دونه هویج داریم که شما میتونید به سلیقه خودتون یا رنده کنید یا اینکه مثل من به صورت نگینی ریز خردش کنید. دویست گرم قارچ داریم که به اندازه دلخواه خردشون میکنیم. میتونید قارچ‌ها رو ریز یا درشت خرد کنید. این دیگه به سلیقه خودتون بستگی داره. قارچ‌های خرد شده رو به همراه کمی روغن توی قابلمه می‌ریزیم. برای اینکه قارچامو سیاه نشن کمی آب لیمو بهشون میزنیم و با حرارت بالا تفت میدیم. بعد از اینکه حجم قارچا کمتر شد هویج خرد شده رو اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم. تو این مرحله 180 گرم بلغور جو که از شب قبل خیس کردیم آبش رو خالی میکنیم و توی قابلمه میریزیم. حالا نصف قاشق چایخوری پودر زنجبیل و نصف قاشق چایخوری فلفل سفید اضافه میکنیم و هم میزنیم. تو این مرحله 7 لیوان آب جوش میریزیم و شعله رو کم میکنیم تا جایی که قابلمه از جوش نیفته و حدوداً 1.5 ساعت زمان میدیم تا جو به آرومی بپزه. تو این فاصله مرغمون هم کاملا پخته شده. حالا سینه مرغ رو از توی قابلمه در میاریم و آبش رو توی صافی میریزیم. حالا گوشت رو از استخون جدا میکنیم و ریش ریش میکنیم. حالا تقریبا 1.5 ساعت از پخت جو میگذره. یه ظرف بر میداریم و مواد توی قابلمه رو نصف میکنیم. نصف مواد رو با گوشکوب برقی میکس میکنیم. بعد از اینکه نصف مواد رو میکس کردیم آب مرغ رو به همراه بقیه موادی که میکس نکردیم توی قابلمه برمیگردونیم. حالا مرغای ریش ریش شده رو هم توی قابلمه میریزیم.
تو این مرحله یه قاشق چای خوری نمک اضافه میکنیم و در قابلمه رو میذاریم تا با حرارت کم سوپمون جا بیفته. برای سس سفید 25 گرم آرد رو توی ظرف مناسب با حرارت ملایم تفت میدیم و مدام هم میزنیم تا خامی آرد گرفته بشه. حالا 40 گرم کره اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کره کاملا ذوب بشه. وقتی کره ذوب شد 2 لیوان شیر اضافه میکنیم و مدام هم میزنیم تا سس غلیظ و یک دست بشه. حالا دیگه سس آماده است. از روی حرارت برمی‌داریم. وقتی سس رو از روی حرارت برداشتیم، کمی نمک، فلفل سفید و یک کوچولو جوز هندی بهش اضافه می‌کنیم. نیم ساعت گذشته و سوپمون دیگه حسابی غلیظ شده. تو این مرحله سس سفید رو اضافه می‌کنیم و خوب هم می‌زنیم. بعد از اینکه سس رو اضافه کردیم خوب هم میزنیم و اجازه میدیم که سوپمون چند تا جوش بزنه. بعد دیگه آماده است. اینجا دیگه به دلخواه خودتون میتونید غلظت سوپ رو تنظیم کنید. اگه رقیق تر دوست دارید میتونید کمی شیر اضافه کنید. در آخر نمک سوپ رو هم اندازه میکنیم. حالا دیگه سوپ خوشمزه‌مون آماده است. از روی حرارت برمی‌داریم. سبزی این سوپ جعفری تازه هست که در آخر وقتی که سوپ رو از روی حرارت برداشتیم یه مقداریش رو به سوپ اضافه می‌کنیم و یه مقداریش رو برای تزئین روی سوپ کنار می‌ذاریم. اینطوری رنگ و عطر جعفری بهتر توی سوپ حس میشه. سوپ خوشمزه‌مون رو توی کاسه سرو می‌ریزیم و با خامه و جعفری خرد شده تزئین می‌کنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و حتما این سوپ خوشمزه رو درست کنید و کلی لذت ببرید. از شما دوستان عزیزم ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید.